با کمال تأسف، تأسف برای خودم، باید یه فیلم کاش بد بود، یک فیلم مفتضح که بوی از سینما نبرده و بوی از سوژه سینمایی حرف بزنم. بنا به تحمیل بعضی از دوستان مجبور شدم این چی بگم، این لغتی که دلم میخواد بگم، این اثر متعفن رو تا آخر ببینم. ترجاش البته با دورتون که اونم دارش زیاده. فینچر هیچ وقت چنین مفتضح و بد نبوده. حتی فیلم بعدش هفت و فیلم بدترش این آخری کیلر، یه فیلم متوسط تو کارنامه داره، گیم یه قابل تحمله و داره فیلم های قابل تحملی که دو تا دیگه هم داره، ولی این فایت کلاب نمیدونم چیه، کدوم زباله ای در اومده. سرگذشت یه آدم ضعیف که بیمه اتومبیل میکنه با یه کاراکتر خیالی که بعداً معلوم میشه خودشه، براد پیت، که اینا یک فایت کلاب، یک کلوب مشت زنی را میندازن. آخر فیلم شوک بهمون میده و میفهمیم که هیچ سوسمانسی هم در کار نیست، اصلا شعور به این چیزا نمیرسه. میفهمیم که براد پیت در واقع خودشه، تخیلش، آرزوشه. اینا مرتب تو فایت کلاب باید همدیگر رو بزنن و آدم های مختلف رو میارن عضو این کلاب مشترینشون میکنن. چیه این بحث؟ طرفدارم زیاد داره. یه مازوخیسم اینان گسیخته است. آدم از زمن همدیگه لذت میبرن و از اون کسی که بیشتر هم کتک میخوره بیشتر گویا لذت میبره. این آخه این آدمه میرفته از این جلسات مشاوره روانی روانشناسانه تو جاهای مختلف شرکت میکرده که بتونه بخوابه، بتونه آرام باشه. بعد میرسه به این آلترناتیو. فیلم واقعا جای بحث نداره. از یک سری آدم مریض مازوخیستی گذار میکنه میرسه به یک سری آدم ضد اجتماعی که ساختمون خراب میکنن، آدم له و لورده میکنن، حتی مثلا در شرف کشتن هم هستن و بسیار لذت میبرن از این خرابی ها. این مال کیه؟ چه کسانی میتونن از هم چیزی لذت ببرن و فیلم محبوب بشه براشون؟ من آدم های شکست خورده خدازاره که این تمام ایدهشون ایدئالشونه. در آخرم با اون دختره که با همه بله دست هم دیگه رو میگیرن یه ساختمون رو خراب میکنه. دو نکته دیگه راجع به فیلم عرض کنم که ممکنه عده این فریب رو خورده باشن که فیلم آنارشیستیه و چون آنارشیستیه ما آنارشیستیم، یاداشو در میاریم و خوشمون اومد از این آنارشیسم. ابدا فیلم آنارشیستی نیست، خیلی ما قبل آنارشیزم. آنارشیزم وزنی داره، یه جنبش سیاسیه که خیلی جاها را افتاده و این جنبش ویژگیش در اینه که دولت قبول نداره، هیچ دولتی رو قبول نداره. اینجا اصلا آدم آنارشیست هم یه اصولی داره، اینجا هیچ اصولی در کار نیست. آدم اول فیلم که رویاش، آرزوش، خیالش براد پیت شدنه و اون رئیسشه، خودش رو یک مصرفگرا میدونه. وقتی خونش رو
خونش آتیش میگیره و جزغاله میشه، میگه ناراحت نیستم. فکر میکنه این ضد مصرفگراییه. ابدا چنین چیزی نیست. با تخریب اجتماعی وسایل، با تخریب آدمها و توهین بهشون، علیه مصرفگرایی نیست. این دست پخت دیگه ای از سرمایه داریه، نوع دیگه ای از مصرفگراییه که اون آقا صابون میسازه و صابونش هم به بدترین شکل و توهین آور آمیزترین شکل ممکنه. این علیه مصرفگرایی، سرمایه داری نیست، جهت دیگه ای از این مصرفه و بازم محصول سرمایه داریه. یعنی فیلم کاملا در آغوش سرمایه داری زندگی میکنه، هیچ آلترناتیوی علیهش نداره و اینجا و اونجا هم تبلیغشو میکنه. جایزه ای هم که پسرک میگیره یه سری بلیط هواپیما برای رفتن به همه جا و یه سری چک. این کجاش علیه سرمایه داریه؟ عرض کردم که فیلم توهین آمیزه، حتی به بدن انسانی هم توهین میکنه. یعنی این میزان خودآزاری و این میزان کتک خوردگی و در بدن از دندان و سر و صورت بگیری و بقیه چیزها، هیچ مبارزه علیه سرمایه داری نیست، مبارزه علیه انسانه. این تو تیمهای درمانی، به اصطلاح درمانی هم که میرن، که هم دیگر در آغوش، از این مزخرفاتی که همتون میدونید، در آغوش بگیرید، گریه کنید، خنده کنید و غیره، اینا مقدمه رسیدن به این آرزو هست که عرض کردم. چه این آرزو باقی میمونه؟ هیچ. یه هیچ کامل، یه هیچ بزرگ. با فیلم بحثی ندارم چون مفتضح‌تر از این حرف هاست. سوژه رو عرض کردم، کارگردانی هم هیچی، با طرفداراش بحث دارم. یکم نگاه کنم به خودشون و به اینکه از چی داره خوششون میاد. فیلم رو نبینید و اونایی که طرفدارن تجدید نظر کنن ببینن مشکلشون کجاست.